در تقویم سیاسی روزهای سال برای امروز 14 ماه جولای آمده است، روز پایان مذاکرات طولانی هسته‌ای، پایان یکی از بزرگترین مشکلات سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم. چون آلمان در مذاکرات گروه 5 به علاوه 1 نقش بزرگی داشت، رسانه‌های گروهی 1 سال بعد از قرارداد برجام آن را با نگاهی دقیق‌تر زیر ذره‌بین بردند. رادیو صدای آلمان در گزارش خود از تهران که تعداد زیادی از نشریات امروز آن را منتشر کردند آورده است، در ایران تغییرات اقتصادی به چشم نمی‌خورد و مردم ناراضی‌تر از گذشته هستند. خانومی به نام معصومه از شمال تهران به بامگارتن، گزارشگر صدای آلمان، میگوید موقعیت اقتصادی بدتر شده، بیکاری زیادتر شده و اجناس گرانتر شدند. من چندین ماه است که حقوق نگرفتم. خانم بازنشستی به نام نرگس میگوید برای کشور باید بیمارستان ساخته شود، دارو تهیه شود. مشکل ما گرانی است. رادیو صدای آلمان به نقل از صادق زیبا کلام آورده است، زیبا کلام میگوید کلیه شرکت‌های بزرگ و کلیدی در دست دولت و سازمان‌های وابسته به دولت نظیر سپاه پاسداران، بسیجی‌ها و امثال آنها هستند. قرارداد برجام تاکنون نتیجه نداشته، زیرا همه کاره این سازمان‌ها این افراد بودند و هنوز هم هستند. رادیو آلمان سپس مصاحبه با امید نوری پول، آلمانی ایرانی تبار، نماینده سبزها در پارلمان و سخنگوی کمیسیون امور خارجی حزب مزبور را منتشر می کند. نوریپور می گوید امضای قرارداد برجام یک عمل سیاسی خوب و به جا بود، اما کوشش ایران برای به دست آوردن ابزارهای مورد استفاده اتمی نگران کننده است. لیکن هنوز سازمان حکام انرژی اتمی درباره آن اظهار نظر نکرده است. بلند پایگان سیاسی در ارتباط با مشکل برنامه هسته ایران طی این مدت به 2 نکته اصلی تکیه می کردند. اول کنارگیری رژیم ایران از برنامه های هسته خود و دوم اجرای حقوق بشر بود. در مورد اجرای حقوق بشر، گروه 5 به علاوه 1 به دولت جمهوری اسلامی فشار نیاورد و دلیل آن هم افزایش اعدام ها و زندانیان سیاسی در حال حاضر در این کشور است. در تفسیر روزنامه فرانکفورتر روندشاو آمده است، در چنین روزی خانم فدریکا موگیرینی، مسئول امور خارجی اتحاد اروپا، سخن از تاریخی ترین و بزرگترین قرارداد تاریخ اتحادیه اروپا گفت و افزود ایران آینده‌ای درخشان دارد. این آینده درخشان بعد از 1 سال مایوس کننده از آب درآمد و فقط کافی است که گفته شود قرارداد خرید 80 هواپیمای بوئینگ و 118 فروند هواپیمای ایرباس با 1 تصمیم کنگره آمریکا تبدیل به پوچی شد. آندریاس روش، دبیر سرویس خارجی روزنامه نوی زوریش سایتونگ چاپ سوئیس، زیر عنوان صلح سرد با ایران می نویسد بعد از 1 سال معلوم شد ایران هنوز همکار قابل اعتماد برای غرب نیست. و می نویسد 6 ماه بعد از امضای قرارداد برجام همه فکر می کردند راه ایران به سوی جهان آزاد باز شده، اما این راه تاریک تا امروز روشن نشد و ایران نتوانست کاری از پیش ببرد. قرارداد لغو تحریم ها قرارداد پایان مشکلات ایران در خلیج فارس نبود. آمریکا تصور بر این داشت ایران از انزوا خارج می شود بدون اینکه تحریک های مداوم ملایان این کشور را در نظر بگیرد. عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی نمی توانند تحمل کنند کنار ایران تحریک کننده زندگی کنند و این همان اصلی است که آمریکا به آن توجه نکرده بود. و سپس ایران با خرید غیرقانونی وسیله های تولید دستگاه های هسته‌ای بود بزرگتری به این مشکل داد.
خانم گودرون هارر سردبیر نشریه استاندارد چاپ اتریش می نویسد مردم ایران تصورات بیشتری از امضای برجام داشتند، اما مشکلات جنبی این قرارداد تا کنون آن را ناکام گذاشته است. وی می افزاید هیچ کشوری علاقمند نیست اسناد محرمانه خود را برای کنترل تحویل دهد. در مورد ایران مسئله فرق دارد و آن ریشه سالها عدم اعتماد به این کشور می باشد. ایرج ربیعی، آلمان. در تقویم سیاسی روز